قلمش جارو و بومش این بار زمین نگارخانه است. در فضای تاریک رضا درخشانی با شن سیاه نقاشی میکنه. من شخصا افتخارم به میهنم، در واقع الان به تاریخشه و گذشتش و اون چی که از قبل مونده. پشت سرش تصویری موج از مقبره کوروش بر دیوار تابونده شده. فاصله 2500 ساله میان ما و هخامنشیان از دید درخشانی، اونجایی که پای آزادی و حقوق انسانی به میون میاد، اهمیت چندانی نداره. خیلی ها میگن خب اون که قدیم بود، 2500 سال پیش بود، ولی واقعیت این که مسئلهی که توش هست مسئله امروزه. وقتی صحبت از آزادی مذاهب میشه، مگه مسئله روز ماست؟ این مشکل روز ماست. طبیعتاً مهم نیست حالا چه زمانی ازش گذشته. به عنوان یک کسی که کار نقاشی میکنه، این تصویر این مقبره برای من خیلی زیباست. پاسارگاد تنها سمبولی نیست که از گذشته تاریخی به زمان حال فراخوانده شده. شیر و خورشید، تاج، نقشه ایران و صحنه‌های ملهم از مینیاتور ایرانی در و دیوار نمایشگاه درخشانی در لندن رو پر کردن. بخشی از اصرار درخشانی به نگاه به گذشته نتیجه نارضایتیش از شرایط امروزه. کارم در زندگی مسئولان از همه چی برام مهمتره. اگه ببینم خدشه داره بهش وارد میشه، اون برام خیلی دردناکه، نمیتونم تحملش کنم. آخرهای 2009 بود که چند تا اتفاق افتاد در رابطه با کارم، در رابطه با خونم، کارگاهم، که الان وارد جزئیاتش نمیشین. یه دماغا جای تحمل نیست. مجموعه خانه صورتی زاده دوره ترک ایران و اقامت در دبی. اولین کار این مجموعه بر زمینه صورتی رنگ نقش بسته و موضوع اون یعنی ضیافت در باغ یکی از صحنه‌های مهم تاریخ نگارگری ایرانه. تصویر آرمانی بهشت برین که در جهان مینیاتور ایرانی صورتی زمینی میگیره و در کار درخشانی بر اساس تجربه زیسته شده نقاش تغییر چهره میده. خانه صورتی در واقع شد یک خانه بگم رویایی که میتونه حالا تعبیر بشه به خانه آدم، وطن آدم، هرچی. و این جای امنه، جای شادی باید باشه، ولی تو این سری یه خود از اون حالت در اومد، تبدیل شد به در واقع یه خونه صورتی که بهش تجاوز شده، تجاوز به شادی، که جمعی مشغول واقعا دارن از زندگیشون لذت میبرن و شادن و ناگهان اتفاقی میفته و میریزن و سر مسائل خیلی کوچیک مجرم میشن همه. حالا این میتونه مربوط به هنر باشه، میتونه به شادی های روزمره باشه که همه جای دنیا خیلی طبیعیست و جرم حساب نمیشه. جهان بزم و طرب رو حضور پیکره های مسلح برهم زدن. در تابلوهای بعدی این مجموعه از درون خانه های صورتی جمجمه های پدیدار میشن. جمجمه های تکثیر شونده در تابلوهای دیگر این مجموعه میتونن مرگ رو یادآوری کنن. مرگی که تضادی آشکار با رنگ صورتی و درخشش اکلیل مانند فضای بوم داره. اکلیلی که جزو کشفیات جدید درخشانی تجربه گرا و تازه خواهه. هر وسیله جدیدی یه امکانات تازه به وجود میاره و این امکانات تازه ابعاد تازه رو باز میکنه تو کار که به نظر من نهایتا مفیده. شما الان نگاه میکنید به بعضی از این کارها، برقی که میزنه، برای خودم که اینطوریست، برای خیلی هم بوده شاید، کار از اون حالت بسته در میاد، یه عمقی پیدا میکنه، انگار که اون پشت خبراییه، یه کهکشانی از ستاره ها می درخشن. اون جذابه. کارهای دوره های مختلف درخشانی خیلی با هم متفاوتن. او در عین حفظ سبک شخصی به آزموندن راه های جدید علاقه داره. باغ‌های مجموعه جدیدش متأثر از مینیاتور ایرانیه که درخشانی در دوره های مختلف گهگاه به سراغش میره. مینیاتورهای خوب قدیمی من خیلی شده مثلا نگاهش میکنم، میگم خب این اساس هنر ابستراست،
یعنی سطوح رنگی مسطح، عدم وجود پرسپکتیو، یعنی برخوردی که به اصولاً اون نگاه فلسفی پشت کار درست برخلاف اون چیزی که در هنر غربی هست بود دیگه. یعنی اون چیزی که دیده میشه نیست، اون نیست که ذهن تصور میکنه. مثلا وارد شدن تو جریان مینیاتور، من تا یه موقعی اصلا توجهی نداشتم، یعنی دلم نمیخواست اصلا هیچ جوری این گذشته هنری خودمون رو وارد کار امروزیم بکنم. یادم از ایران که رفتم بیرون سال 83-84 تو آمریکا در واقع رسیدم به اینکه حالا یه بازگشت بکنم به هنر ایران. یک دلیل عمدهش این بود که خب شرایط خیلی خاصی بود اون دوره و واقعا سخت بود، یعنی ایرانی بودن مسئله بود بماند که، و من رسید به جایی که فکر کردم اصلا باید ایرانی بودنم رو نفی بکنم، حتی فکر کردم اسمم رو عوض بکنم، برای اینکه هیچ جوری پذیرفته نمی‌شد به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر درگیری‌هایی که بین ایران و آمریکا بود. ولی به مرور متوجه شدم که عملی نیست، یعنی نه من میتونم کاملا غیر ایرانی بشم و نه اینکه پذیرفته میشم. بازگشت برای درخشانی به معنای ارائه تفسیر امروزی از میراث هنری زادگاهش بود. مینیاتور، موسیقی و به خصوص شعر فارسی به منابع الهامش بدل شدند و درخشانی به خلق تصاویری پرداخت که بر بومهای عظیم ترسیم می شد. برای من اینجوریست که حس میکنم دارم یک کوهی رو میشکافم، یک احساس قدرت با آدم میده. کار اصولاً البته خب کار سختی، جمع و جور کردن کار بزرگی، ولی حسش این است که احساس میکنم میرم توی کار، یعنی یه جوری باش آمیخته میشم. یکی از خصوصیات فرهنگی ما ایرانی هاست که تو تمام کار هنریمون هست، موسیقی، نقاشی، هر جور کش نگاه کنیم، خیلی وارد جزئیات میشیم، خیلی دیتیل ها رو میبینیم و نهایت تلاش رو میکنیم که در واقع این توانایی رو ابراز کنیم که ما میتونیم پرداخت کنیم، میتونیم دیتیل به وجود بیاریم. ولی خیلی وقتا این کل از بین میره، ما فقط درگیر این جزئیات میشیم. من فکر کنم یکی از وظایف هنرمندا این خواهد بود که تا اونجایی که میشه از این جزئیات دست پاگیر خلاص بشیم و یه خود به کل بپردازیم. و خب وقتی کار ابعاد بزرگ پیدا میکنه، اتفاقا اینجا رب پیدا میکنه که این قضیه حساس میشه که چی رو نگه داریم، چی رو ازش خلاص میشه، که برسیم به یه جایی که اون ریشه رو داره ولی امروزیست، معاصره. کار آسونی نیست واقعیتش.